پنتیستای مسیح قاطع اعلام میکنه. کلام خداوند بهترین پیشنهاد هست. اگر پذیرفتیم که بهترین هست، این قاطعیت رو باید بپذیریم، این ضرورت رو باهاش زندگی کنیم. نمیتونیم فقط بگیم چه سخنان خوبی، چه حرفای خوبی. باید تصمیم جدی بگیریم نسبت به آنچه را که از طرف خدا به ما داده شده. در انجیل مرقس 11 25 تا 26 میخونیم، اعلام میکنه عیسی مسیح: و وقتی که به دعا بایستید، یعنی در حضور خدا، یعنی الان که شما عزیزان لطف کردید به خانه خدا آمدید، وقتی که شما توی خونه هستید میخواید دعا بکنید، حالا برای هر موضوعی، هر نیازی، در حضور خدا هستید و وقتی که به دعا بایستید، هرگاه کسی به شما خطا کرده باشد، هر کسی که، یعنی در ابتدا باید اونگونه فکر کنیم، ببینیم چه کسانی هستن که باعث آزار ما شدن، مبادا کینه‌ای در دلمون نسبت به اونها داشته باشیم. او را ببخشید تا آنکه پدر شما نیز در آسمان است خطای شما را معاف دارد. اما یعنی حالا ما فکر کنیم که حالا آیه هست، یعنی خدا لجبازه؟ خدا مثل آدم هاست؟ مثل بچه ها؟ میگه اگه این کار رو نکنه من این کار رو نمی کنم؟ داره لجبازه میکنه؟ معنی این سخن خدا چیه؟ تا نبخشی نمی بخشمت. چرا؟ ادامهش رو بشنوید. اینو گفتم میخوام روش بیشتر فکر کنید. اما هرگاه شما نبخشید، پدر شما نیست که در آسمان است تقصیرهای شما را نخواهد بخشید. عجب، خدایا ما انسان رو ضعیف و ناتوانیم، تو دیگه چرا؟ حالا ما خرابکاری میکنیم، ما لج میکنیم، تو چرا با ما لج میکنیم؟ این یه فرموله، 2 به اضافه 2 3 به اضافه 3. چجا میشکن درست میگذی داریم میگیم چه همه چرا بچه های خوبی داریم متون کلیس خدا رشید یه دست برای خودتون بزنیم همه بیازی ها میگیم. این یه فرموله عزیزان، این بر این اصل نیست که خدا مانع بخشش تو میشه. وقتی تو نمیبخشی خدا میگه پس من نمیذارم وجود من، حضور من، عدالت من تو رو نبخشه، چون من نمیتونم به حضور خدا بیام وقتی نبخشیدم تا از بخشش خدا برکت بگیرم. من حس نمی کنم، من این امنیت رو احساس نخواهم کرد. پس خدا به هیچ وجه قصد این نداره که بخواد به ما لجبازی کنه. اگر میگه ببخش، به خاطر این هستش که بتونی راحت به حضورش بیای و در حضور او بتونی از اون خوشی های اون لبریز بشی.